گرمایش زمین موضوع داغی که باز هم پس از دوره‌ای سکوت سر زبون‌ها افتاده. گزارش جدیدی از شبکه خبری بی بی سی بحث نقش انسان در گرمایش زمین رو دوباره زنده کرده. با حامد هستیم تا ببینیم آیا واقعاً گرمایش زمین زاده اعمال بشر هست یا نه. خب حامد، درود بر تو. مرسی. درود بر تو بهنام جان. به طور خلاصه گرمایش زمین رو توضیح بدم که اصلا چی هست، چون خیلی وقت در موردش صحبت نکردیم، خاطره ها رو دوباره زنده بکنیم. به صورت کلی گرمایش زمین افزایش دمای سطحی کره زمین و اقیانوس های کره زمین طی قرن گذشته و ادامه این روند صعودی در قرن آینده است که بهش گرمایش زمین گفته میشه. این گرمایش زمین طی قرن گذشته حدود -8 درجه سلسیوس بوده و به گفته کمیته مخصوص بررسی اوضاع جوی سازمان ملل متحد به نام IPCC که مسئول تهیه این گزارش گرمایش زمین هست، احتمال داره که طی قرن آینده بین 1.1 درجه سلسیوس تا 6.4 درجه سلسیوس این افزایش دما ادامه پیدا بکنه. خب به دلایل اصلی همین گرمایش زمین اشاره کنه، البته بحث بسیار گسترده ای، ولی اگه بخوایم چند نکته رو به اختصار بهش بپردازیم چی میشه گفت؟ تا به امروز به خاطر اینکه میگم این گزارشی که به تازگی چاپ شده بعضی چیزها رو به چالش گرفته، بعضی گزارش‌ها رو به چالش گرفته، تا به امروز یکی از دلایل اصلی انسان بوده و تولید گازهای گلخانه‌ای توسط انسان. گازهای گلخانه‌ای دی اکسید کربن، متان و دیگر گازهایی هستند که در اتمسفر جو زمین وجود دارند. کمیته مخصوص IPCC گفته که تولید گازهای گلخانه‌ای و افزایش ذرات زائد در اتمسفر، کاهش میزان اراضی و پوشیده شدن اونها با آب و همچنین تشعشعات خورشیدی میتونه باعث تغییر در میزان انرژی جذب شده توسط زمین باشه. باید گفت که اگه این گازهای گلخانه‌ای به طور کل وجود نداشتن، دمای کره زمین 33 درجه سلسیوس کمتر از اونی بود که ما امروز تجربه میکنیم. در نتیجه وجودشون لازمه و لازمه ادامه حیاته. حالا چجوری میشه که این گازهای گلخانه‌ای باعث گرمایش زمین میشن؟ بر اساس تئوری‌ها گازهای گلخانه‌ای که در جو انباشته میشن، اگه هی بیشتر انباشته بشن باعث زخامت لایه جو میشن و باعث زخامت اتمسفر و غلیظ شدن اتمسفر میشن. همیشه وقتی نور وارد زمین میشه 100% جذب نمیشه، یک میزانش جذب میشه، مقدار زیادیش باید منعکس بشه و از زمین خارج بشه. اگه غلظت اتمسفر بیشتر و بیشتر بشه، میزان بیشتری از این انرژی داخل خود کره زمین حبس میشه و میمونه. با حبس شدن این گرما، یخهای کره زمین آب میشن. یخهای کره زمین از طرف دیگه مثل یک آینه عمل میکنن. نوری که به زمین تابیده میشه توسط این یخها، توسط کوههای یخی در قطب منعکس میشه و بیرون رانده میشه. اگه این یخها جای خودشون رو به آب بدن، آب بشن، آب دیگه اون خاصیت انعکاس رو نداره. در نتیجه بیشتر نوری که باید دفع میشد، این دفعه جذب آبهای زمین میشه و باعث گرم شدن آبها هم میشه. به طور کل غلظت جو و آب شدن یخها باعث میشه که زمین هی گرمای بیشتری رو جذب کنه و دماش بالاتر و بالاتر بره. این میتونه تاثیرات منفی بسیاری داشته باشه. طوفان‌های بسیاری رو در یک تیکه دنیا ببینی، از طرف دیگه تیکه دنیا سرد بشه. معمولا گفته میشه با افزایش 1 درجه سلسیوس حدود 30 گونه مختلف از جانوران منقرض میشن، نسلشون کاملا از بین میره. خرس‌های قطبی گفته میشد که نسل اونها در معرض خطر انقراض هستش به خاطر اینکه محلی که زندگی میکردن تمام اون یخ‌ها از بین رفته و غیره و غیره. کمیته IPCC کلن 12 عامل رو تاثیرگذار در گرمایش زمین دونسته که نقش انسان یکی از اون بوده، به خاطر اینکه انسان بیشترین گازهای گلخانه‌ای رو تولید میکنه. اما صحبت از مقاله‌ای که بی بی سی منتشر کرده چه ارتباطی به این موضوع داره و به چه نکاتی اشاره شده تو این مقاله؟ مقاله خیلی جالبیه به خاطر اینکه همه رو شوکه کرده. آقای پال هاتسون خبرنگار اوضاع جوی بی بی سی هستن. ایشون در گزارشی که جمعه منتشر شد و پژوهشگران مختلفی رو باش مصاحبه کرده بودن، گفتن که طی 11 سال گذشته زمین اصلا گرم نشده و دمای اقیانوس‌های زمین هم حتی افزایش پیدا نکرده، بلکه تا حدی هم رو به کاهشه. این باعث شد که این بحث داغ دوباره زنده بشه و در تمام وبلاگ‌ها و در تمام سایت‌های علمی و در بسیاری از رسانه‌ها دوباره بحث گرمایش زمین به وجود بیاد، به خاطر اینکه تا به امروز گفته می‌شد که گرمایش زمین وجود داشته و این روند صعودی افزایش دما هم همچنان ادامه خواهد داشت، ولی گفته میشه که طی 11 سال گذشته یک حالت توقفی داشته. خب این نظریه بهتر بحث‌های تازه‌ای رو عنوان می‌کنه راجب همین موضوع که اهمیت بسیاری هم داره. تا این لحظه نظر کلی پژوهشگران چیه؟ چگونه با این مقاله برخورد کردن؟ باید گفت که کمیته IPCC
متشکل از پژوهشگران بسیار زیادیه که طی حدوداً یک دهه کامل یافته های خودشون رو عرضه کردن. حدوداً 2500 پژوهشگر ارشد در انتشار این مقاله نقش داشتن. 40 آکادمی علوم مختلف و سازمان های علمی بسیاری از این یافته های سازمان ملل حمایت کرده بودند که انسان نقش داشته. به همین دلیل باید انتظار داشت که عکس العمل شدیدی از طرف تمام این سازمان های علمی وجود داشته باشه. بسیاری از وبلاگ ها خیلی سریع عکس العمل نشون دادن و محکوم کردن این یافته جدید رو و گفتن که این یافته زمینه علمی نداره و گفتن که این توقف گرمایش زمین یک چیز کاملا موقتیه و کره زمین داره عکس العمل نشون میده و یک روند طبیعیه. بعد از مدت کوتاهی به احتمال بسیار قوی دوباره گرمایش زمین ادامه پیدا خواهد کرد و تا حدی رد کردن این یافته های جدید رو. باید گفت دو موضوع اصلی وجود داره. یکی گرم شدن اقیانوس ها که در 11 سال گذشته گرم نشده. یک پدیده علمی وجود داره به نام نوسانات دهه‌ای اقیانوس ها که اقیانوس ها هر چند وقت یک بار گرم یا سرد میشن. طی 10 سال گذشته 20 سال گذشته اقیانوس ها رو به گرمی گذاشته بودن، الان اقیانوس کبیر به خصوص رو به سردی گذاشته که دانشمندان میگن این یک روند طبیعیه. از طرف دیگه نقش افزایش گازهای گلخانه‌ای در کره زمینه. طی دهه‌های گذشته گازهای گلخانه‌ای همچنان هی افزایش پیدا کردن، ولی گفته میشه که در دهه گذشته با وجود افزایش گازهای گلخانه‌ای که انسان در تولید اون نقش داشته، دمای کره زمین زیاد نشده. یعنی دو عامل اصلی گرمایش کره زمین که در یافته‌های بسیار زیادی مطرح شده بوده، گازهای گلخانه‌ای و نقش اقیانوس‌ها، این دو نقش اصلی در گرمایش زمین کاملا رد شدن حداقل طی 11 سال گذشته. تا حدی میشه گفتش که این یافته های علمی هنوز کافی نیست که نظر قطعی داده بشه. به خاطر همین میبینیم که سیاست مداران همچنان به سیاست گذاری های خودشون در مورد مقابله با گرمایش زمین ادامه میدن و نمیگن که اوکی پس دیگه مسئله گرمایش زمین منتفی شده و ما دیگه کاری در مورد گرمایش زمین نمی کنیم. 11 سال عمر نسبتا کوتاهی هستش در یافته های علمی و باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته. خب حامد، ما سعی میکنیم در شباهن کمتر به مسائل سیاسی بپردازیم، ولی نمیشه دیگه، همه چی به سیاست هم مرتبطه. در این مورد به خصوص سیاست مدارا چه نقشی دارن؟ دو ماه دیگه در ماه دسامبر قراره تمام رؤسای کشورهای مختلف در کوپنهاگ دور هم جمع بشن تا سیاست گذاری بکنن در مورد گرمایش زمین. مجلس آمریکا هم، کنگره آمریکا هم اعلام کرده که به زودی حتی قبل از اون نشست کوپنهاگ لایحه‌ای رو تصویب خواهد کرد که شرکت‌های مختلف رو وادار می‌کنه با گرمایش زمین مقابله بکنن. به خصوص شرکت‌های مختلف رو وادار خواهد کرد که میزان تولید گازهای گلخانه‌شون رو کم بکنن. حالا باید دید که این یافته جدید که تقریبا نقش گازهای گلخانه‌ای در گرمایش زمین رو منتفی کرده تأثیر خواهد گذاشت روی این سیاست‌گذاری کنگره آمریکا یا خیر، ولی نتیجه اصلی هنوز معلوم نیستش. باید دید که در ماه دسامبر رؤسای کشورهای مختلف در کوپنهاگ چه تصمیمی خواهند گرفت. احتمالاً دشوارتر خواهد بود تصمیمشون، چون تا به امروز معلوم بود که نقش انسانه، معلوم بود که گازهای گلخانه‌ای، معلوم بود که نقش اقیانوس هاست، ولی این یافته جدید اگه واقعاً مستند باشه، واقعا علمی باشه، میتونه اون تصمیم گیری زرد دشوار بکنه. همه چیز رو با تردید مواجه کرده. احتمالاً زمان بره نظرات موافق مخالف ابراز میشه که فکر میکنم موضوع خوبی در آینده بیشتر بشه. مرسی هم.